به نام خدا و خبرهای ساعت ده، خوش آمدید در آغاز سرخط مهمترین خبرها. آغاز نابودی مرکزهای تولید مواد مخدر. نیروهای آمریکایی برای نخستین بار حملاتشان را بر نابودسازی مراکز تولید مواد مخدر متمرکز ساختند. عملیات های مشترک ما در 24 ساعت گذشته نشان دهنده اراده ایمان برای شکست حراس افغانان و آنان است که از این حراس افغانان پشتیبانی میکنند. اعلام پشتیبانی از سازمان ملل از افغانستان. مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگوید که نام راهبرد تازه آمریکا به افغانستان نماینده این است که جامعه جهانی در کنار افغانستان است. روز جهانی کودک. آمارهای وزارت معارف نشان می‌دهند که بیشتر از 3 میلیون کودک در سراسر کشور از آموزش باز ماندند. دکتر اغلی داشانه مکتب کی درس وای؟ غواړی چې د پاینده کې معلم شم. کی زیاد جنگ بعد ما د کابل عمل اینجا مکتب می‌خندم. و نگرانی کشورهای عربی از فعالیت‌های ایران. سلام بر شما، من مسعود ملک هستم با خبرهای این ساعت از پلو و تونو نیوز. نیروهای آمریکایی برای نخستین بار حملاتشان را بر نابودسازی مراکز تولید مواد مخدر متمرکز ساختند. فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که در نخستین عملیات هواپیماهای B-52 چندین مرکز تولید و پروسس مواد مخدر در بخش‌های شمالی هلمند بمباران شدند. این جنرال آمریکایی میگوید که رهبران طالبان سالانه در حدود 200 میلیون دلار از فروش مواد مخدر به دست می‌آورند، اما پس از این به گونه منظم منابع عایداتی این گروه آماج قرار خواهند گرفت. فرمانده ماموریت حمایت قاطع از تمرکز بیشتر نیروهای خارجی بر مرکزهای تولید مواد مخدر حراس افغانان در افغانستان سخن میزند و میگوید که چندین مرکز تولید مواد مخدر این گروه در ولایت هلمند به ویژه در ولسوالی مارجا این ولایت تا اکنون نابود شدند. عملیات های مشترک ما در 24 ساعت گذشته نشان دهنده اراده ایمان برای شکست حراس افغانان و آنان است که از این حراس افغانان پشتیبانی میکنند، با ویژه شبکه های مواد مخدر. پاسخ این جنرال آمریکایی درباره آماج قرار دادن پناهگاه های امن حراس افغانان در خاک پاکستان چنین است. فشار بر حراس افغانان از چندین راه وارد می شود. یکی از بهترین راه ها رفتن به دنبال پناهگاه های امن حراس افغانان است که دشمن در بیرون از افغانستان از آنان لذت می برد. همان گونه که رئیس جمهور ترامپ گفته است، ما با چندین شیوه با پاکستان دخیل شده ایم تا پاکستان در کار نابودسازی این پناهگاه ها با ما کار نماید. این حرکت فوق العاده مهم ادامه دارد. با این همه قرار است که در زمستان امسال حمله ها بر طالبان در بخش های از کشور نیز گسترش یابند. شرق افغانستان، جنوب شرق افغانستان، قسمت های خوست و پکتیکا های شرقی، ولایت قندار، هلمند و قسمت های فرا و غرب افغانستان است. این ولایت های اساسی است که عملیات به شکل گسترده در اینجا دوام خواهد یافت. با این همه فرمانده ماموریت حمایت قاطع بر سرکوب داعشان در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد و می‌گوید که این گروه در تلاش سربازگیری از افراد تحریک گروه طالبان پاکستانی و گروه طالبان افغان است. این جنرال آمریکایی بر حمایت دوامدار از نیروهای دولتی سخن می‌گوید. سازمان ملل متحد یک بار دیگر پشتیبانی اش را از افغانستان اعلام کرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حضور عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که نام راهبرد تازه ایالات متحده برای مبارزه با حراس افغانی و نیز اعلام راهبرد تازه اتحادیه اروپا برای ادامه کمک ها به افغانستان نماینده این است که جامعه جهانی در کنار افغانستان است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید که نیروهای دولتی افغان با پشتیبانی نیروهای آمریکایی و ناتو نگذاشتند تا طالبان، داعشیان و حراس افغانان خارجی مرکزهای منطقه های مهم را بگیرند. آقای عبدالله تاکید می‌ورزد که نابود شدن پناهگاه های امن حراس افغانان در بیرون از مرزهای افغانستان برای صلح و ثبات افغانستان و منطقه ضروری است.
یک عضو پیشین طالبان میگوید که قرار است تا چند روز آینده شمار از فرماندهان طالبان با گروهی از افغانان در یکی از کشورهای خلیج گفتگو کنند. اما سخنگوی طالبان هر گونه گفتگوها را درباره صلح با حکومت افغانستان رد میکند. در این حال فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان میگوید که اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر نشوند آنان را آماج قرار خواهند داد. یک عضو شورای عالی صلح میگوید که یک هیئت بیش از 10 نفری این شورا از بهر زمین سازی یک نشست رو در رو با طالبان به اندونزی رفتند. در همین حال یک عضو پیشین طالبان تایید میکند که قرار است تا دو هفته آینده 8 تا 10 تن از فرماندهان طالبان در یک نشست در یک از کشورهای خلیج شرکت کنند. در جلسه یا در نشستی میزبانان چی دیده و در پلیس چش اته کس طالبان یا وکس طالبان راځي نور دقیق د طالبانو نمونه او نارواله میږي چې څوک به یې خدا ما د میزبانانو د خپلې سوریدلې دي چې طالبان او اته کس راځي. در همین حال فرمانده کل نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که هرگاه طالبان بر میز گفتگوها حاضر نشوند سرکوب خواهند شد. اگر آنان یعنی طالبان به میز گفتگوها نیایند، نیروهای امنیتی افغان و کماندوهای شکست ناپذیر و نیز نیروهای ویژه پلیس، نیروهای هوایی و دیگر نیروهای افغان به مجازات آنان با پشتیبانی ایالات متحده و ائتلاف جهانی ادامه خواهند داد. تا زمانی که پاکستان صادقانه در مورد افغانستان برخورد نکنه و طالبان و گروه‌های تروریستی که در خاک پاکستان هستند با آنها برخورد جدی صورت نگیره، ما پیامدی ملاقات را منتج به صلح نمی‌دانیم. منابعی می‌گویند که قرار است این نشست در قطر برگزار شود، اما سخنگوی طالبان گفتگوهای فرماندهان این گروه را با شورای عالی صلح رد می‌کند. معاون نخست مجلس نمایندگان میگوید که رئیس دبیرخانه مجلس با آنکه به سننواری معرفی شده است اما تاکنون بلوی سننواری حاضر نشده است. همایون ادعا میکند که رئیس دبیرخانه مجلس برخی سندهای مربوط به این نهاد را دستکاری میکند. رئیس دبیرخانه مجلس با وجود خواستهای شمار از نمایندگان مردم نشست امروز را ترک نکرد و سرانجام معاون نخست که جلسه را مدیریت میکرد به رسم اعتراض نشست را ترک کرد. اما شمار از نمایندگان خواهان برکناری هیئت اداری و مسئولان دبیرخانه این نهاد شدند. دوستان ما اجازه خواندن اجندا را از رئیس بگیریم از شما منو میفهمونه. اتهام فساد بر رئیس و رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان یک بار دیگر نشست عمومی این مجلس را با چالش روبرو کرد. معاون نخست مجلس نمایندگان رئیس دبیرخانه این نهاد را به دستکاری در اسناد آرشیف مجلس متهم میکند و از او میخواهد که نظر به فیصله مجلس به سارنوالی باید پاسخ بگوید و تا آن زمان از کار در شورا دوری کند. آیا یک شخصی را که پارلمان و چهار کمیسیون به حساب فساد معرفی میکنه به سرنوالی و او هم هر روز میاید داخل دفتر خود اسنادا را میگیره تغییر و تبدیل میکنه، این قابل قبول است که اگه آدم متهم بشینه در چوکی خود؟ این فیصله ای که در ارتباط به دانشجو صورت گرفته موارد مشکوک، قیمت های گزاف و خریداری های تکراری غیر ضروری و مواردی که ارتباط میره به قانون تدارکات بعد تخلفات وجود داشت. بل رئیس های برکنار شد بعد از او. در ادامه تنش ها برخی از اعضای مجلس خواهان برکناری تمامی هیئت اداری و مسئولان دبیرخانه مجلس نمایندگان شد. ما امیدوار هستم که تمام هیئت اداری اثرش رایگیری شود و حتی دارالانشا و هیئت اداری تمام یک جهاز بین بره. رئیس به جرمش و اختلاسش خودش اعتراف کرده ولو محدود است. ما جلسه را اعتراضانه ترک میکنم. سرانجام معاون نخست مجلس نمایندگان با شماری از اعضای این نهاد نشست عمومی را ترک میکنند. رئیس دبیرخانه نخواست درباره این اتهام ها چیزی بگوید و به فساد بودجه مجلس نمایندگان متهم است. ریاست جمهوری از معرفی جاگزین نجیب الله احمدزاده رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در آینده نزدیک خبر می‌دهد. معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که قرار است حکومت از فهرست نام‌هایی که از سوی نهادهای مربوط به حکومت سپرده شدند یکی را به جای نجیب الله احمدزاده معرفی کند. اما نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی می‌گویند که تاکنون هیچ فهرست را برای معرفی رئیس تازگی کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست جمهوری نفرستادند. ریاست جمهوری یک بار دیگر از معرفی رئیس تازه کمیسیون مستقل انتخابات در آینده نزدیک خبر می‌دهد.
حکومت د قانون په چوکاټ کې او دغه نوملړ پر اساس باندې چې د اړوندو بنسټونو لخوا وړاندې سوی دی، د ښاغلي نجیب الله احمدزي پر ځای به د یو بل وړ کس په ګمارنه باندې ډېر ژر اقدام وکړي. اما نهادهای ناظر انتخابات میگویند که تا اکنون ریاست جمهوری از این نهادها درخواست معرفی فهرست از افراد واجد شرایط را برای جایگزینی نجیب الله احمدزی نکردند. تقاضایی که در اونجا صورت گرفته از نهادها تقریبا بیشتر جنبه های سیاسی دو دیده میشه تا به امو جنبه های حقوقی قانون، چرا که در اونجا آدرس از حکم قانون انتخابات دیده میشه. اما خواست دیگر این است که برای گزینش یک فرد به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات باید بار دیگر کمیته گزینش دست به کار شود. کمیته گزینش باید دوباره مکتوب فرستاده شود برای تمام نهادهای مربوطه و بعدا خواسته شود که مکمل اعضای رهبری اگر مشکل داره دوباره از سر افراد انتخاب کنند و بعدا بفرستند که توسط رئیس جمهور انتصاب شود و برن به کمیسیون ها. روشن نیست که آیا ریاست جمهوری به فهرست پیشین انتخاب شده از سوی کمیته گزینش چهره تازه را به جای آقای احمدزی معرفی خواهد کرد یا نه. آمارهای وزارت معارف نشان می‌دهند که بیشتر از 3 میلیون کودک در سراسر کشور از آموزش پاس ماندند. وزارت معارف همزمان با روز جهانی کودک می‌گوید که به علت ادامه جنگ، فقر و نادوری 3.5 میلیون کودک در سراسر کشور از آموزش و پرورش پاس ماندند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در راستای آگاهی دهی حقوق کودکان در کشور باید تلاش‌های بیشتر انجام شود. 20 نوامبر روز جهانی کودکان است. از این روز در حال در افغانستان تدلیل می شود که کودکان با چالش های گوناگون روبرو هستند. از چالش های مهم دسترسی نداشتن کودکان به آموزش در کشور است. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی کودک در آشیانه کابل برگزار شده است، نامنی ها فقر، مهاجرت و کارهای شاق از چالش های بزرگ در برابر کودکان گفته می شود. ما در حدود تقریبا 2.8 میلیون طفل کارگر داریم یا طفلی که با مشکلات مختلف اقتصادی و از تعلیم و تربیه به دور ماندن کدام بودجه برش وجود ندارن که این اطفال بتانن زندگی خود به صورت درست پیش ببرن. شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز از بی‌پروایی حکومت به زندگی ناگوار کودکان در کشور انتقاد می‌کنند و می‌گویند در شماری از بخش‌هایی که جنگ ادامه دارد بیشتر کودکان قربانی ناامنی‌ها می‌شوند. که زیاد جنگ و بعد ما در کابل آمدیم اینجا مکتب میخوانیم، در مکتب اشانیه درس میخوانیم. دلتا نقلی در اشانیه مکتب که درس هایی غالی چه در پاینده که معلم شم او لنور ما شما سره مرسته کنم سوک چه درس نشی ولی دقیق سر دیدس کنم کنم. در حکومت سخه محیل داده چه در منطقه که چه جنگ زیادی او کچنیان پر در رکم حالتونو که ورزش شپی سباقی دوی در پار خاص برنامه ولری پروگرامون ولری دوی در پار آموزشی زدکلو در پار ایلیلیه ولری. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که برای بهبود وضعیت حقوق کودکان در کشور باید گام‌های عملی برداشته شوند. حق دسترسی به تعلیم تربیه و کیفیت، حق کودکی، حق آزادی کودکیشان باید مراد شوند. یعنی کودکایی که به کار شاقه مصروف است و هیچگاه وقت لذت کودکی را نمیبرند، از بازی‌های کودکان استفاده کردن نمیتونند، در این رابطه آگاهی دهی بیشتر شود. بر بنیاد آمارهای وزارت معارف بیش از 3 میلیون کودک در سراسر کشور از آموزش بی بهره هستند و بیش از 2 میلیون کودک در کشور کارگر هستند. تا لحظات دیگر نامنی ها چالش جدی فراراه خبرنگاران زن. مرکز حمایت از زنان خبرنگار در افغانستان میگوید که در 2 سال اخیر بیشتر از 100 زن خبرنگار به علت افزایش نامنی‌ها کارهایشان را ترک کردند. مسئول بخش پشتیبانی از خبرنگاران بی‌مرز در خاورمیانه نیز از کمرنگ شدن حضور زنان در رسانه‌های افغانستان نگرانی می‌کند و از دولت افغانستان می‌خواهد که از تمامی امکاناتش برای تامین امنیت خبرنگاران کار گیرد. بر بنیاد یافته‌های مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان، در 17 ولایت کشور هیچ زنی در رسانه‌ها کار نمی‌کند.
در 8 ولایت بسیار حضور کم دارند و فعالیت هایشان تنها در داخل دفتر است. یافته های این نهاد نشان می دهند که بیش از 100 زن ترک حرفه و حتی ترک منطقه کردند. در بعضی جاها متاسفانه که کمترین حضور دارند و این یک حقیقت تلخ است که ما در جریان بررسی یا کارکردهای ما این دریافتیم که در بعضی از ولایات متاسفانه شما می فهمین که حتی در بعضی رسانه ها ما نتانستیم حضور زن ژورنالیست یا خبرنگار را پیدا بکنیم. مسئول خبرنگاران بیمرز در خاورمیانه نیز کار خبرنگاران زن را در افغانستان با چالش های بسیاری روبرو می داند و از نهادهای عدلی و قضایی این کشور می خواهد که به معافیت از مجازات کسانی که عاملان قتل زنان رسانه‌ای هستند و نیز حذف فعالان رسانه‌ای پایان بدهند. ما سازمان گزارشگران بدون مرز از سه رکن دموکراسی افغانستان می خواهیم همه امکانات خود را برای پایان دادن به حذف فعالان رسانه‌ای به کار گیرد، امنیت آنها را تضمین کند. دولت و پارلمان باید اجرای قانون‌های موجود را تضمین کنند و در برخی از آنها از این میان قانون منع خشونت از زنان تغییرات جدی داده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر بر پایان یافتن فرهنگ خشونت در برابر زنان در رسانه ها تاکید می ورزد. من آزادی بیان و ژورنالیسم یا ژورنالیست ها و رسانه ها رابطه تنگ و تنگ داره. اگر یکیش وجود داشته باشه و دیگهش وجود نداشته باشه، من دار حقیقت رسانی نمیشه. به مو خاطر است که برای تقویه آزادی بیان و آزادی رسانه ها ما نیاز داریم که همگی ما تلاش بکنیم. موږ مسلکی ژورنالیزم ته سخت اړتیا لرو. په مسلکی ژورنالیزم کې یو برخه د مسلکی ژورنالیزم څېړنیز ژورنالیزم دی. موږ د دې ترمنځ باید تفکیک وکړو چې شایعات څه ده او خبر څه ده. نهاد حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان در این گزارشش می نویسد که با 74 رسانه سراسری و محلی و 4 نهاد حمایت از رسانه ها گفتگو کردند که در این رسانه ها 1037 زن کار می کنند که از این میان 474 تنشان خبرنگاران حرفه‌ای هستند. دوستان و نزدیکان حسین نظری، تصویربردار تلویزیون راه فردا که بروز پنجشنبه در حمله انتحاری در خیرخانه کابل جان باخت، میگویند که تاکنون هیچ نهاد برای ابراز همدردی و کمک با خانواده او نیامده است. در مراسم فاتحه این جوان، شمار ظالمان دین میگویند که هراس افغانان با کشتار غیر نظامیان میکوشند تا اسلام را بدنام بسازند. تا لحظات دیگر، استقبال از پروژه های منطقه‌ای در افغانستان. مرکز تجارت جهانی نقش پروژه‌های منطقه‌ای را برای گسترش بازرگانی افغانستان مهم می‌داند. مسئولان این مرکز می‌گویند که باراندازی پروژه‌های منطقه‌ای نه تنها که زمینه‌های کار برای شهروندان افغانستان فراهم می‌شود، بلکه این پروژه‌ها برای توسعه بازرگانی در افغانستان و منطقه اثرگذار خواهند بود. از سوی هم مسئولان سازمان جهانی کار عملی شدن پروژه‌های منطقه‌ای را برای کاهش بیکاری در کشور سودمند می‌دانند. مسئولان مرکز تجارت جهانی میگویند که این مرکز افغانستان را در گسترش داد و ستد بازرگانی در منطقه کمک های فنی میکند. آنان میگویند که با زمینه سازی بازرگانی معیاری در این کشور، روابط بازرگانی افغانستان با جهان توسعه خواهد یافت. بیش از 99% تشبثات در افغانستان کوچک و میانه هستند. ما تلاش داریم که در چارچوب برنامه‌های ما این تشبثات را حمایت کنیم و با این کار زمینه‌ها برای توسعه کاروبار بازرگانی فرامرزی هم فراهم خواهند شد. و باید بگویم که این برنامه‌ها در چارچوب نشست‌های همکاری‌های توسعه‌ای منطقه‌ای بیشتر سودمند بوده می‌تواند. از سوی مسئولان سازمان جهانی کار، عملی شدن پروژه های توسعه منطقه ای را برای ایجاد جای کار در افغانستان و کشورهای منطقه مهم می دانند.
بسیاری از این برنامه ها برای ایجاد جای کار مهم هستند و من مطمئن هستم که برنامه توسعه‌ای در منطقه تنها بر افغانستان بل برای کشورهای منطقه در بخش ایجاد جای کار برای شهروندانش سودمند بوده می تواند. در حال حاضر گذشته از پروژه های تاپی که بر بنیاد آن گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند خان رسید، چندین پروژه دیگر مانند پروژه انتقال برق کاسای 1000 میان افغانستان، آسیای میانه و پاکستان، راه لاجورد که افغانستان را از راه زمین به اروپا پیوند می‌دهد، از پروژه های مهمی هستند که در چارچوب نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای طرح و عملی می‌شوند. از این رو مرکز بازرگانی جهانی تلاش دارد که برای توسعه روابط بازرگانی در منطقه و افغانستان برنامه‌هایی را عملی سازد. در حال حاضر شهر کابل با کمبود 225 مگاوات برق روبرو است. شرکت برشنا میگوید که همزمان با سرد شدن هوا، مصرف برق در کشور به 3 برابر افزایش یافته است. و یکی از علت‌های پاچگی‌های برق در پایتخت هم افزایش مصرف برق است. آنان میگویند که در حال حاضر شهر کابل به 700 مگاوات برق نیاز دارد. تا لحظات دیگر، نگرانی کشورهای عربی از فعالیت‌های ایران. کشورهای عرب فعالیت‌های ایران را بزرگترین تهدید در برابر امنیت ملی کشورهای عربی می‌دانند. در نشست اضطراری اتحادیه عرب در قاهره، وزیران خارجه کشورهای عربی می‌گویند که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل خواهند برد. حمله موشکی اخیر شورشیان حوثی یمن بر میدان هوایی پایتخت عربستان سعودی تنش‌ها را میان ریاض و تهران افزایش داده است. عربستان از کشورهای عربی خواسته است که در برابر مداخله‌های ایران در این کشورها موقف جدی بگیرند. وزیران خارجه کشورهای عرب در نشست اضطراریشان در قاهره حمله موشکی 15 روز پیش را بر پایتخت عربستان سعودی یک تهدید جدی می دانند. این کشورها ایران را به پشتیبانی از این حمله متهم می سازند. آماج قرار دادن پایتخت یک کشور عربی با موشک های بالستیک است و یک گروه غیر قانونی که یک کشور منطقه از آن پشتیبانی میکند، یک تهدید جدی است که نباید عادی پنداشته شود. این موشک که از سوی شورشان حوثی بر میدان هوایی پایتخت عربستان شلیک شده بود، رهگیری شد. اما خطرناکترین پیوند میان چند مورد تجاوز و مداخلت در امور کشورهای عربی و تلاش برای فتنه انگیزی است. در همین حال بحرین که با ایران روابط تیره دارد، حزب الله لبنان را وسیله فعالیت‌های ایران در منطقه می‌گوید و از خطرهای آن هشدار می‌دهد. بزرگترین سلاح ایران در منطقه گروهی هراس‌افکن حزب الله لبنان است که در لبنان، عراق، سوریه و بسیاری از بخش‌های دیگر با چهره‌های گوناگون مانند شورشیان حوثی حضور دارند. این بزرگترین تهدید در برابر امنیت ملی کشورهای عرب است. با تمامی این هشدارها، اتحادیه عرب امیدوار است که ایران نگرانی این کشورها را درک کند. امیدواریم که ایرانیان سیاست و رفتارشان را تغییر دهند و این پیام را دریافت کرده باشند که کشورهای عرب خشمگین هستند. این در حال است که یک وزیر اسرائیلی از تماس‌های پنهانی اسرائیل با عربستان برای رویارویی با ایران خبر داده است. پایان خبرها از تو رو خدا نگهدار. شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت میخواهند تا درباره نامه وزارت امور داخله که قومگرایانه گفته شده است توضیح بدهد. فرماندهی نظم‌آوری وزارت امور داخله در نامه از لوای نمبر 1 کابل خواسته است که نامهای افسران تمامی اقوام کشور را به استثنای ملیت تاجک برای این فرماندهی بفرستد. نمایندگان مجلس این کار وزارت امور داخله را نکوهش میکنند و میگویند که دیدگاه های قومگرایانه خطرناکتر از تهدیدهای هراس‌افکنی است. وزارت امور داخله متن نامه را اشتباه نوشتاری گفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان
مکتوب پلیس نظم عامه را که در آن به ایجاد قطعه 500 نفری ضد آشوب از همه اقوام به استثنای قوم تاجیک سخن زده شده است را خیانت ملی و جنایت میگویند. یک پهلو برمیگرده به کسی که ایر امضا کرده و دستندرکارا از این که باید به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود. یک پهلوی دیگه برمیگرده به حکم که رئیس جمهور داده. ما میخواهیم که حکم رئیس جمهور ببینیم که در حکم رئیس جمهور چی تذکر رفته. اگر چنین باشه ایر ما توهین به قانون اساسی افغانستان اول میدانیم. دغه کردی په دقیقه بررسی شي هر چا چې را کار کړلی موږ دته اجازه نه ورکوو چې زموږ قومونو په منځ کې به اتفاق واچي. قطعه نظم عامه وزارت امور داخله در مکتوب نگاشته است که نظر به هدایت ریاست جمهوری تشکیلی را زیر نام قطعه ضد آشوب که در آن از اقوام تاجک نباشد ایجاد کنند که این کار را هیئت اداری مجلس نمایندگان زشتر از اعمال هراس افغانانه می داند. ما اشخاص افراد را که چنین تعبیز را در بین مردم افغانستان دامن می زنم می خواهیم که به سرانوالی معرفی شود و در صورت که در فرمان آقای رئیس جمهور چنین چیزی آمده باشه، اگر براستی آمده باشه و کپی از او پیش کسی باشه، من این را با خیانت ملی یکسان می دانم. در حالی که وزارت امور داخله این موضوع را اشتباهی نوشتاری گفته است، اما نمایندگان مجلس این بحث را سازمانی یافته می دانند. این اولین و آخرین اتفاق نبوده. حدود 16 سال است که ما در اکادمی ملی نظامی افغانستان میبینیم برخلاف قانون اساسی، برخلاف شرع مقدس، برخلاف رویه وطنداری در مورد اتباع افغانستان تبعیض اعمال میشه. ریاست جمهوری پیش از این برخوردهای قومی را رد کرد و این عمل را جنایت دانسته بود. اما مکتوب قطعه نظم آمد در رسانه های اجتماعی نیز با انتقاد و طنز پردازی های به همراه شده است. تا یک هفته یا دیگر نشست بزرگ میان فرهنگیان و شخصیت های افغانستان و ترکیه در ترکیه برگزار خواهد شد. مسئول دفتر تیکایی ترکیه در هرات میگوید که نشست تلاش برای استحکام رابط دوستی میان افغانستان و ترکیه خواهد بود. قرار است در این نشست استادان دانشگاه و شماره شخصیت های شناخته شده کشور پشتیبانی مردمان ترکیه را برای ادامه روند مردم سالاری و بین شدن افغانستان از دشواری های کنونی جلب کنند. این نشست در شهر اسکی ترکیه با حضور ده‌ها چهره غیر دولتی از افغانستان و شخصیت های از دیگر کشورهای جهان برگزار خواهند شد. هدف این نشست برشمردن روابط تاریخی افغانستان و ترکیه و تلاش برای نزدیک شدن مردمان دو کشور گفته می شود. از هر جهت در روابط افغانستان ترکیه بررسی کنیم، از جهت تاریخی، از جهت اقتصادی، از جهت تجاری، از جهت زبان، کلتور، تصوف، منظورمون این است. در این نشست استادان دانشگاه و شمار از فعالان جامعه مدنی به بررسی دوستی های پرپیشینه افغانستان و ترکیه به ویژه نقش افغان ها برای به دست آوردن استقلال ترکیه خواهند پرداخت. ما امیدواریم در این سفر هم بتوانیم دیدگاه های تازه، اگر نه با دقت که محمود طرزی گرفته بود و آن بضاعت مزجات که ما داریم بگیریم و بیایم اینجا در افغانستان ببینیم چی کارهای تازه ما میتونیم انجام بدیم برای رشد و بالندگی فرهنگ و ادب این سرزمین. ما سعی خواهیم کرد که نشان بدیم که رابطه بین افغانستان و ترکیه رابطه بسیار دیرینه هست. اما بانوانی که از افغانستان در این نشست حضور خواهند داشت با چی پیام و هدف به ترکیه خواهند رفت؟ ما در این سفر وظیفه دارم که در رابطه با وضعیت زنان افغانستان از لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مخصوصا تعلیمی و تربیتی که آیا کمبود سواد و بیسوادی زنان و نداشتن سواد چقدر به ضرر زنها تمام شده و دولت ترکیه از طریق کمکایی که میخواهد بکنه مخصوصا برای مکاتب، پاندونا، ایجاد مراکز فرهنگی و علمی و تحقیقاتی چگونه میتونه برای زنها مؤثر و مفید واقع شوه. قرار است پس از این نشست شمار از فرهنگیان و هنرپیشگان افغانستان نیز برای حضور در یک سمپوزیوم هنری به ترکیه بروند و اثرهایشان را در آن کشور به نمایش بگذارند. شمار از عالمان دین، اعضای شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی برخ از حکومت میخواهند که از بهر تامین امنیت همایش‌های مردمی بی‌پروایی نکنند. آنان حمله روز پنجشنبه بر یک همایش در کابل را سرزنش میکنند و میگویند که حکومت باید تلاش کند تا طراحان اصلی این حمله را شناسایی کند و به دادگاه بکشاند. آنها تاکید میورزند که اگر حکومت از بهر شناسایی طراحان این حمله بی‌پروایی کند ممکن است که رویدادهای هممانند تکرار شود.
از بهر سرزنش کردن حمله بر همایش های مردمی اینجا در شورای ولایتی بلخ گرد آمدند و از حکومت می خواهند که برای تأمین امنیت شهروندان کشور بیشتر توجه کنند. این حکومت است که باید تأمین امنیت بکنه و امنیت شهروندانش را بگیره. ما از حکومت افغانستان می خواهیم که در جهت تأمین امنیت مردم ما بخصوص در گرد همایی ها تلاش و کوشش پیگیر و همیشگی خود را داشته باشند. حمله بر غیر نظامیان را مذبوحانه می دانند و آن را در مخالفت با آموزه های اسلام می شمارند. تأکید می ورزند که کشور از رهگذر حذف یکدیگر به آرامش و صلح پایدار دست نمی یابد. نمی تانه با حذف یک جمعی، یک قومی، یک مذهبی و یک ائتلافی و یک فرکسیونی به اهداف خود برسه. پس بهترین گزینه‌ای که وجود داره هم از مخالفین می‌خواهیم و از مخالفین درونی و بیرونی است که بیاید در میز مذاکره، تفاهم، دیالوگ و از باب مصالحه که هم دنیای ما در او تامین می‌شود. میگویند کسانی که همایش‌های مردمی را برگزار می‌کنند نیز باید از تامین امنیت آن مطمئن شوند. این محترمایی که محافل را می‌گیرند تا زمانی که یا مطمئن نشدند از تامین امنیت جان مردم، گرفتن چنین محافل به نظر من کار درست نیست، به خاطر که باز چنین عواقب را بار میاره و امروز هیچ کس نیست که اشک امو طفل امو پلیس پاک کنه یا طفلک 4 ساله نظری را نوازش بده. متاسفانه به روز پنجشنبه گذشته یک مهاجم انتحاری در نزدیک هتلی در کابل که مراسم پشتیبانان والی بلخ جریان داشت خود را منفجر کرد که ده ها تن کشته و زخمی شدند. آقای نور در واکنش به این رویداد آن را کار کردلان و بزدلان خوانده و گفته است از آنچه که می‌خواهد منصرف نخواهند شد. 74 دختر و پسر جوان در ولایت بامیان جشن عروسیشان را به گروهی گروهی برگزار کردند. این جشن عروسی سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر بامیان برگزار شده بود. هدف از برگزاری این جشن عروسی فرهنگ سازی برای ازدواج آسان و جلوگیری از هزینه های هنگفت در مراسم عروسی گفته شده است. 37 زوج که بعد تازگی زندگی مشترکشان را آغاز کردند هیچ پولی در این مراسم خرج نکردند. گله ها یا قلین به اصطلاح عامیانه‌شی بسیار سنگین و کمرشکن هست. جوانان چی قبل از ازدواج چی بعد از آن دچار هزاران مشکل و رفتن به کشورهای همسایه و بیرونی که یا در مرزها کشته می شوند و یا هم غرق آبها می شوند و یا هم به هزار مشقت و مصیبت دیگه گرفتار می شوند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم از مردم می خواهد که جشنهای عروسی را با هزینه های اندک برگزار کنند. دی میرمن و دی جنکیان و دول آغا پو دیر پو غیر شاعری محرم باندی و دول پو اسلام که حرام دی. این نخستین بار است که جشن عروسی گروهی در ولایت بامیان برگزار می شود. شرکت کنندگان این نشست از شهروندان کشور می خواهند تا در این زمینه ناداران را کمک کنند. سربریدن یک مرد در ولسواری درزاب ولایت جوزجان در سوی گروه داعش با نگرانی های همراه شده است. در نوار تصویری که از سربریدن این مرد پخش شده است دیده می شود که تفنگداران وابسته به گروه داعش وی را به اتهام تعویض نویسی و جادوگری سر می برند. هرچند که این مرد اتهام را رد می کند. تصویرهایی که به صفحه های اجتماعی دست به دست می شوند نشان می دهد که گروه داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان یک ملا را در یک دادگاه صحرایی سر می برند. گروهی از تفنگدارانی که خودشان را داعش می گویند این مرد را به اتهام تعویض نویسی به دادگاه صحرایی می کشانند. اما این مرد پیش از سربریده شدنش بارها اتهام جادوگری را رد می کند. تومار دیگه تاوس نه دیگه هیچ یک امام امامت نکردم در مسجد. اکنون نگرانی ها درباره افزایش فعالیت های گروه داعش در شمال افغانستان بیشتر از پیش شدند. در سر پل، در فاریاب، در بعض مناطق کوهستانی شمال موجود است و اقدامات دولت جمهوری افغانستان و یا امریکایی که در اینجا هستند در مقابل داعش هیچ اکثر عمل نشان نمیدن. اما نهادهای امنیتی و دفاعی کشور
برای تامین امنیت تاکید می‌ورزد. این آورت بر ما هم رسیده در مورد از اینکه چقدر واقعیت داره و در کجا است و طبعا این دستگاه های کشفی و استخباراتی ما بررسی میکنه. دایشیان افزون بر شرق کشور و اکنون فعالیت هایشان را در شمال نیز گسترش دادند. این در حال است که وزارت دفاع ملی از سرکوب دایشیان در تمامی بخش های افغانستان خبر می دهد و می گوید که دایشیان دیگر توانشان را از دست دادند. معاون دوم رئیس جمهور در پایان چهارمین نشست ملی شهری می گوید که برای حل مشکلات شهری نخست باید در نهادهای مسئول در این بخش ها به ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های فنی و مدیریتی پرداخته شود و این هماهنگی میان نهادهای بخش خدمات شهری را یکی از علت های مشکلات شهری در افغانستان می گوید. از سوی هم وزارت شهرسازی و مسکن برگزاری نشست را موفقانه می خواند و بر عملی سازی نتایج و راهکارهای ارائه شده در این نشست برای حل مشکلات شهری تاکید می ورزد. سرانجام چهارمین نشست ملی شهری با ارائه نتایج و قطعنامه این نشست به پایان میرسد. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که شهرهای کشور در کنار مشکلات شهرسازی با مشکلات خطرناکتر شهرنشینی نیز روبرو هستند و برای حل این مشکلات باید همگان به گونه هماهنگ دست به کار شوند. ما در شهرهای خود گاهی با مشکلات مواجه هستیم که ناشی از عدم هماهنگی و فقدان مدیریت یک دست و هماهنگ و حتی وجود اختلاف ها بین نهادهای سکتور شهری ماست که این خود موجب پراکندگی در تصمیم گیری ها و تداخل وظایف و گاهی تکرار برنامه ها و پروژه ها در سکتور شهری شده است. از سوی هم وزیر شهرسازی و مسکن برگزاری نشست را برای هماهنگی بیشتر میان نهادهای بخش شهری و طرح نقشه راه برای توسعه شهرهای کشور مهم میگوید. هر کدام از مباحث و نظریاتی مطرح شده به عنوان یک سرمایه عظیم معنوی و جهت دهنده می تواند ما را در مسیری که برای ایجاد تغییرات مثبت در سیمای شهرهای خویش انتخاب نموده ایم یاری نماید. مشاور رئیس جمهور با ارائه طرح نخستین قطعنامه چهارمین نشست ملی شهری می گوید که شهرهای کشور باید به مرکزهای فعال اقتصادی تبدیل شوند. بحث مردمی شهری، یعنی مردم اهالی شهر باید او دخیل باشه و نظریات از اونا گرفته شده، چرا اونا از هر کس بهتر میفهمه، از متخصصین شهری کده بهتر میفهمه که ضرورتهایشان چیست، محدودیتهایشان چیست و چرا عملی کده میتونن. با این حال پایان این نشست پایان گفتگوها بر سر مشکلات شهری و راه‌های حل آنها نیست. قرار است قطعنامه نهایی پس از بررسی‌های بیشتر طرح‌هایی که برای حل مشکلات شهری ارائه شدند و پس از گفتگوهای بیشتر میان نهادهای دولتی، جامعه مدنی و متخصصان اعلام شوند و سال آینده در نشست پنجم وزارت شهرسازی از چگونگی جای شدن آنها گزارش دهد. و پس از میان برنامه هم گزارش‌های ورزشی را ببینید. خدا نگهدار.